بیش از 20 سال است که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در رأس حکمرانی ترکیه قرار دارد اما اکنون در آستانه انتخاب 13 رئیس جمهور این کشور بار دیگر امیدها در دل مخالفان او زنده شده اعتلافی متشکل از شش حزب مختلف از تیف سیاسی متنوع دست به دست هم دادند تا شاید یک بار برای همیشه سایه حکمرانی اردوغان و حزب محافظه کار عدالت و توسعه را از سر مردم ترکیه بردارند. اتحاد ملت نامی است که مخالفین اردوغان بر اعتلافشان گذاشتند. مهمترین حزب حاضر در میان آنها جمهوری خلق ترکیه است. حزبی که در سال 1923 به دست مصطفى کمال پاشا معروف به آتاتور تأسیس شد و امسال صدومین سال گرد موجودیتش را جشن خواهد گرفت. حزبی که امروز رهبرش رو برای مبارزه انتخاباتی با اردوغان به میدان فرستاده کمال <تص> قلیجداروغلو به عنوان گزینه نهایی این شش حزب در حالی پا به کارزار انتخاباتی گذاشته که یکی از بنیادی ترین اصولش تعهد به ارزش های لایسیته و جلوگیری از نفوذ مذهب در ساختار سیاسی ترکیه است در کنار او دو شهره نزدیک به اردوغان در سالهای نچندان دور به چشم می‌خورد. احمد داوود اغلو که سالها دست راست اردوغان بود و حتی در زمان ریاست جمهوری او نخست وزیر ترکیه شد امروز در قالب رئیس حزب آینده به اطلاف اپوزیسیون پیوسته همچنین علی باباجان که او هم سالها به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه در کنار اردوغان بود و کارشناسان از او به عنوان مغز متفکر اصلاحات اقتصادی در دوران طلایی دولت اول اردوغان نام میبرند از سال 2020 با جدایی از حزب عدالت و توسعه و با تأسیس حزب دموکراسی و جهش به صف مخالفین اردوغان پیوسته حضور مرال آکشنر به عنوان تنها رهبر سیاسی زن در این اطلاف قابل توجه است آکشنر که در اواخر قرن 20 میلادی به مدت یک سال وزیر کشور ترکیه بود اکنون به عنوان مؤسس ای پارتی یا همان حزب خوب با وعده بازگشت ترکیه به نظام پارلمانی در کنار مخالفان اردوغان بر سر یک میز نشسته حزب خوب در سال 2017 با انشعاب از حزب جنبش ملی اصلیترین ترین متحد اردوغان تأسیس شد و میتواند آرای قابل توجهی را به سمت سبد مخالفین او بیاندازد. اما نکته جالب این میز ششگانه حضور حزب ملیگرای دینی سعادت در کنار دیگر احزاب است حزبی که روزگاری برادر سیاسی حزب عدالت و توسعه بود و گذارانش رابطه نزدیکی با اردوغان داشتند امروز رهبر آن تمل کارامولا اغلو بارها سراحتا به پایان حیات سیاسی اردوغان در انتخابات پیش و رو تاکید کرده حضور این حزب میتواند رعی اخشار اسلامگرای ترکیه را به سمت این ائتلاف بکشاند گلتکین اویسال نیز به عنوان رهبر حزب دموکرات ششمین حزب حاضر در این ائتلاف است حزبی که در سال 2007 با ادغام دو حزب مام میهن و راه راست به وجود آمد احزابی که سابقه زیادی در سپهر سیاسی ترکیه داشتند و قبل از به قدرت رسیدن اردوغان توانسته بودند در دهه 90 میلادی چهار بار با پیروزی و رقوای خود تشکیل دولت بدهند در حالی که هنوز گرد و خاک فاجعه ی قرن ترکیه فروکش نکرده و پس لرزه های اقتصادی و اجتماعیش همچنان برای دولت حاکم پابرجاست ظاهرا قرار است 24 اردی بهش ماه سختترین آزمون سیاسی رجب طیب بردوغان به دست دوستان دیروز و مخالفین سرسخت امروزش برگزار شود. علی میرهیدری ترکیه